بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. در برنامه گذشته سخن درباره دلیل عدالت خدا بود. به چه دلیل ما معتقدیم که خدا عادل است و ظلم نمی کند؟ دلیل اول عرض کردیم زشتی ظلم، قبح ظلم و اینکه محال است. زیبایی مطلق، کمال مطلق مرتکب کار زشت شود. دلیل دوم همراهی ظلم و نیاز. ما اگر تحلیل کنیم ستم ستمگران را که چرا کسی به دیگری ظلم می کند، حق کسی را ضایع می کند، تجاوز می کند از مرز حق، اگر ما ریشه یابی کنیم ظلمو که علت ظلم چیه، ریشه ظلم چیه، به اینجا می رسیم که ریشه ظلم نیازه. اگه کسی پول کسی رو، پول دیگری رو میگیره، حق دیگری رو ضایع میکنه، احساس میکنه که نیاز داره به این پول، نیاز داره به این حق، نیاز داره به این لذت، نیاز داره به این قدرت. نیازه. اگر انسان بی نیاز باشد امکان ندارد ظلم بکنه. نمی شود کسی که نیاز به چیزی ندارد دنبال اون چیز باشد. به تعبیر دیگر وقتی ما ظلم رو ریشیابی می کنیم به یکی از این سه ریشه می رسد: یا جهل است، یا نفع است، و یا ترس، و یا ترکیبی از اونها. کسی که ظلم میکنه یا جاهله که این کار بده، اصلا نمیفهمه. حق کشی قبیحه، زشته، بده، مثلا جاهل. یا میترسه که او اگر قدرت پیدا بکنه برای این مشکل درست بکنه، مثل این رقیب که میترسه حالا تو انتخابات باشه، غیر انتخابات باشه، تو کارهای سیاسی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، میترسه اون رقیبش اگر آمد جلو مشکل برای او درست کنه اگه او قدرت پیدا کرد. یا نفع، سر قدرت با هم دعوا دارن، سر پول با هم دعوا دارن، سر لذت با یک دیگر دعوا دارن. یکی از این سریش است. نمی شود ظلمی تحقق پیدا کنه در جهان، در هستی، و به یکی از این سریشه که اشاره کردیم نرسه: یا جهل، یا ترس، یا نفع، و یا ترکیبی از اونها، هم جهله، هم نفع، هم ترسه. و در یک تحلیل عمیق‌تر اگر ما ظلم رو ریشه‌یابی کنیم، در یک تحلیل عمیق‌تر به این نتیجه میرسیم این سریشم به یک ریشه میرسن، و اون نیاز، همونطوری که اشاره کردیم. جهل نیاز به علم،
ترس نیاز به قدرت، نفع نیاز به لذت. ترس هم میتونه ترس از دست دادن قدرت باشه، بالاخره نیازه. هم جهل نیاز است، ریشه در نیاز انسان داره. اگر کسی عالم مطلق شد، اگر کسی قادر مطلق شد، دیگه این نیازی نداره که، دلیلی نداره ظلم بکنه. که در این روایت هم اشاره به همین دلیل شده. این روایت ظاهرا از امام زین العابدین علیه السلام است، امام صادق علیه السلام است. بله، تهذیب الاحکام جلد پنجم صفحه 277. البته در از امام کاظم هم این مطلب، این دعا نقل شده، از امام زین العابدین علیه السلام هم نقل شده، از چند امام نقل شده این دعا. قد علمت یا الهی انه لیس فی حکمک ظلم ولا فی نقمتک عجله. خدایا من دانستم که در داوری تو ظلم نیست و در کیفر تو شتاب نیست، هیچ شتابی نیست. و انما یعجل من یخاف الفوت، همانا کسی شتاب میکنه که نگران از دست دادن فرصت باشه. و یحتاج الى الظلم الضعیف. ببینید این دلیل همینه، دلیل دوم همینه، نیاز به ظلم داره ناتوان، حالا ناتوان علمی یا ناتوان قدرتی. کسی که قادر مطلق است، کسی که عالم مطلق است و ضعیف نیست، ناتوان نیست، نیازمند نیست، این نیازی به ظلم نداره، دلیلی برای ظلم او وجود نداره. وقد تعالیت یا الهی عن ذلک، تو منزلت تو بسی بلندتر از این هست که نیاز داشته باشی و در اثر جهل یا نفع یا ترس به کسی ظلم بکنی. بنابراین دومین دلیل عدل الهی این است که ظلم ریشه در نیاز داره، نیاز در ریشه در حاجت داره. کسی که بی نیاز مطلق است، امکان ندارد مرتکب ظلم شود. دلیل سوم، همراهی عدل و حکمت. حکمت الهی اقتضا میکنه که هر چیزی رو در جای خودش قرار بده. یکی از صفات ثبوتیه حضرت حق حکمت است و حکمت الهی ایجاب میکند که هر چیزی رو خدا در جای خودش قرار بده. و این همون تعریف عدله. البته عدل به مفهوم عامش همونطور که در برنامه‌های گذشته توضیح دادیم، کسانی که این برنامه‌ها رو تعقیب کردن عنایت دارن. بنابراین حکمت خدا از عدل او قابل تفکیک نیست. نمی شود ما معتقد باشیم خداوند حکیم است و عادل نیست. اگر ما
حکمت خدا رو پذیرفتیم باید عدل او رو هم بپذیریم. نپذیرفتن عدل به معنای نپذیرفتن حکمت او نیز هست. خب وقت برنامه تمامه. روایاتی که دلالت بر این معنا میکنن میمونه برای برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.